عبدالمنان عمری سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی به کشور قطر رفته است. این نهاد خبر داده است که آقای عمری در این سفر به منظور حل چالش‌های کارگران افغانستان در قطر و انتقال قانونی کارگران افغان به این کشور با مقام‌های بلندپایه قطری گفتگو خواهد کرد. در همین حال برخی از آگاهان اقتصادی بیکاری در افغانستان را چالش جدی دانسته و فرستادن کارگران به کشورهای بیرونی را در کاهش این دشواری مؤثر می‌دانند. سونیتا عزیزی. سفر سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی امارت اسلامی به قطر. عبدالمنان عمری سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی به قطر سفر کرده است. این نهاد خبر داده است که آقای عمری در این سفر به منظور حل چالش‌های کارگران افغانستان در قطر و انتقال قانونی کارگران افغان به آن کشور با مقام‌های بلندپایه قطری گفتگو خواهد کرد. د کار او ټولنیز چارو وزارت سرپرست وزیر الحاج ملا عبدالمنان عمری تیره ورځ د یو پلاوي په مشرۍ د قطر شاهي دولت په رسمي بلنه هغه هیواد ته په سفر لاړ. د کار او ټولنیزو چارو وزارت سرپرست وزیر به په دې رسمي سفر کې د قطر شاهي هیواد د کار له وزیر او ځینو نورو لوړپوړو دولتي چارواکو او مسؤلینو سره وګوري. د کار او ټولنیزو چارو سرپرست وزیر الحاج ملا عبدالمنان عمری د سفر موخې قطر هیواد کې د میشتو افغان کاریګرو ستونزو ته د قانوني لارو چارو حل لټول. در همین حال برخی از آگاهان اقتصادی بیکاری در افغانستان را چالش جدی دانسته و فرستادن کارگران به کشورهای بیرونی را در کاهش این مشکل مؤثر می‌داند. مشکلات اقتصادی یکی از دلایل مهمی است که سبب شده مهاجرین خیلی زیادی از افغانستان به کشورهای دیگر مهاجرت کنند. بنابراین هر نوع گفتمان و ایجاد تسهیلات در این زمینه گام نیک پنداشته می شود. همکاری‌های کارگری و تبادل کارگر یا اعزام کارگر به منظور کار در یکی از کشورهای همسایه کشورهای منطقه در اصول تجارت به عنوان یک موضوع مهم مطرح میشه. آنچه که مهم است برای افغانستان ایجاد فضای کار است. مهم این است که حکومت افغانستان یا دستگاه مسئول چگونه میتونه با استفاده از کدام گزینه‌ها زمینه کار را به مردم بیکار افغانستان فراهم بسازد. این اقدام و یا این سفر یک فرصت خوب است در جهت تقویت فضای کار و یا ایجاد کار یا ایجاد شغل برای نیروی کار ماهری که در حال حاضر بیکار هستند. گفتنی است که طرح فرستادن کارگران افغان به قطر و سایر کشورهای عربی پیش از این نیز وجود داشت، اما تا کنون عملی نشده است.